آمریکا به شما بسیار کمک کرده. حس شما به این کشور چیه؟ حقیقتش اینه که من دو تا کشور دارم. توجه تمام مطبوعات روی ما بود. اون اتاق اصلا منفجر شد. جان اف کندی تجسم کامل رویای آمریکاییه. نابغه ای سیاسی که با محبوبیت بی‌نظیرش نسل‌ها رو پی در پی الهام بخشیده. میراث زندگی کوتاه اما پرفراز و نشیب کندی خوشبینی بود. او بهتر از هر کسی میدونست چطور ترس‌ها رو به امید تبدیل کنه. نام کندی با رهبری برنامه بزرگ فضایی ناسا برای اکتشاف ماه پیوندی ابدی داره. کندی عمیقاً باور داشت که رهبری جهان با دست یافتن به برنامه فضاست که برای آمریکا میسر خواهد شد. او بود که آمریکایی‌ها را قانع کرد که باز زمان جستجو برای سرزمینی جدید فرا رسیده. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. تنها یک سال پس از ترور کندی، نوجوانی وارد فرودگاهی در نیویورک شد که به نام رئیس جمهور نامگذاری شده بود. کمتر کسی باور می‌کرد فیروز نادری که تنها $2.75 در جیب داشت اینجا بود تا رویای کندی رو از ماه به کرات دیگه بکشونه. این گفتگوی صمیمانه و بی‌پرده مکس امینی است با فیروز نادری که نامش تحقق رویای ایرانیان در سرتاسر جهانه. روز اولی که رسیدین آمریکا رو خاطرتون هست؟ آره، نمیتونم اونو فراموش کنم به خاطر اینکه من اون موقع پدرم همجوری که خیلی سفر میکرد، فکر کنم داشت میرفت المپیک، جایی از نیویورک میگذشت و گفت که من پول شهریه سال اولتو با خواهرت که توی نیویورک هست میذارم، تو بیا از لندن، نیویورک میاد جلو تو، میبره خونه و پولم بهت میده و دیگه رو پای خودت هستی. به همین دلیل من موقع از لندن سوار هواپیما شدم، اون موقع پن امریکن، پول انگلیسی ما تبدیل کردم، شد چیز نزدیک $2.75 پول تو جیبم بود. رسیدم نیویورک سیتی و خب خواهری وجود نبود، هیچ کس نبود و منو یه چمدون بزرگ و جزئیات یادم نمیاد، ولی میدونم که احتمالاً پنم یه جوری منو رسان به خود از فرودگاه JFK به شهر نیویورک. درست یادم نمیاد چه جوری خود کی برای من هتل گرفت، شاید پنم گرفت، نمیدونم. و هش رو کردم، شماره خواهرم گرفتم، همون میرفت روی جوابگیر رو جواب نمیداد و شروع کردم از همون $2.75 یادم میاد هات داگ موقع 10 سنت بود و شروع کردم خوردن. آی بالاخره 5-6 روز پول رو کشوندم تا اینکه بالاخره تموم شد. تقریبا روز ششم بود که فقط توی خیابونا که راه میرفتی این بوی کباب و هات داگ و فلانی که باد میزدن به مشام خود، دیگه پول نداشتم اون موقع. تا بالاخره خواهرم اشتباه کرده بود، یه هفته بعد فکر میکرد من رفته بودن شیکاگو من رو برداشتم، ولی خب اون خاطره اولین باری که توی آمریکا اومدم به اون حالت توی ذهنم هست. از میون ستاره ها اگه نگاهی به زمین بندازید، از نیویورک تا شیراز شعر و شراب فاصله اونقدرها هم نیست. اینجا جاییه که فیروز نادری در اون بزرگ شد. درخت خیالش جون گرفت و تا ابد مهر خودشو بر دل و روانش گذاشت.
میشه لطفا از حس اون 18 سالی که ایران زندگی کردین صحبت کنیم برامون؟ چه ویژگی های اون 18 سال برای شما به وجود آورده؟ من چون پدر و مادرم از هم جدا شده بودم، مادر بزرگم ما رو بزرگ کرد و با اون زندگی میکردیم. توی خانواده به دنیا آمدم که مادر بزرگم مسلمان بود، نماز میخوند، روزه میگرفت، حال نمیدونم چی روزه در هفته ای آخوند میمد، تو اون اتاق میشست روزه میخورد، مادر بزرگم هم توی اتاق دیگه ای گریه میکرد و خب اونا رو من دیده بودم دیگه. بنابراین توی خانواده مسلمان به دنیا آمدم. پدر شما چه نقشی رو زندگی شما بازی کرده؟ خیلی کم، خیلی کم. من پدرم وضع مالش خیلی خوب بود و بسیار سفر میرفت و سرگرمی های خودش رو داشت، یعنی به اون صورتی که مثلا فرض کنین که شما توی خانواده بزرگ شدین با یک پدری بالای سرتون، اون فادر فیگر برای من نبود. خیلی کم شاید در شکل گرفتن من پدرم نقشی داشته. پس از دبستان فیروز برای همیشه از کانون خانواده جدا شد و به مدرسه شبانه روزی دونبوسکو در تهران فرستاده شد. این مدرسه رو کشیشان ایتالیایی دنبال روی دونبوسکو اداره می کردن که کشیشی محبوب در قرن 19 هم بود. آموزه های این کشیشان و همنشینی با دانش آموزان دیگر مذاهب دیدگاه متفاوت و عمیقی رو برای همیشه به فیروز بخشید. بعد که رفتم توی این شبانه روزی، خب آشنا شدم با نزدیکتر با دین مسیحی و دوستان نزدیکی داشتم که یهودی بودن، بنابراین خیلی زود با اسلام و مسیحیت و یهودی و غیره زرتشتی داشتیم جزمون. خیلی زود آشنا شدم با اینها. خیلی زود فهمیدم که هیچ گونه فرقی نیست بین ماها، یعنی ما احساس نمی کردیم که فرقی بین ماها باشه. مدرسه اندیشه یا همون دونبوسکو به فیروز کوچیکی یاد داد تا سخت کوشی و نظم رو به یاران همیشه گیش تبدیل کنه. ما 6 روز از هفته رو اون تو میخوردیم و میخوابیدیم، بیرون نمیتونستیم بریم و فقط جمعه مثلا بعد از اون میرفتیم یه سینما یا برمیگشتیم دوباره. مدرسه شبانه روزی که توسط کشیشا اداره میشه خیلی محیط نسبتاً بسته ای هست. اگر شیطونی هم بخواستین بکنین خیلی به اون صورت شانسش نداشتین که بکنین. اون مدت زمانی که اغلب جوانای ایران که تینیجر میشن و وارد اجتماع میشن و به اصطلاح موقع دختر بازی هاشون رو میکنن و غیره، مال من خیلی محیط بسته‌ای بود، یعنی تو اجتماع نبودم به اون صورت. بنابراین من اون حسی رو که جوانای ایران توی سن تینیجرشون دارن، من اونو خارج از ایران، برای که بعد که مجردی که امتحان کلاس 12 هم دادم، من بلافاصله از ایران رفتم، یکی 3 ماه خورده ای توی لندن بودم، یک شهرهای هومه لندن، و بعدم که اومدم آمریکا. فیروز نادری تحصیلات دانشگاهیش رو در رشته مهندسی برق در ایالت آیووا دنبال کرد و بعد از اون در دانشگاه USC لس آنجلس مدرک دکترای خودش رو تکمیل کرد. وقتی که تشریف آوردین آمریکا رو دوست داشتین؟ آره، من فکر کنم مثل همه جوانای ایران ما آمریکا رو از فیلمای چیز میشناختیم دیگه، از فیلمای سینمایی میشناختیم. نیویورک سیتی فکر کنم دیده بودم به خاطر که تو فیلم‌ها دیدی و آسمان خراش رو دیده بودی و غیره رو دیده بودی. اینه که وارد یه جایی که خارج از ذهنم بود نشدم و خیلی زود من آموخته شدم به اینجا. برای دلیلش احساس میکنم داستانتون رو گوش میکنم به خاطر اینکه میگین انگلیسی صحبت میکردین وقتی که تشریف آوردین. آره، انگلیسیم بد نبود،
خیلی روان نبود ولی بد نبود، میتونستم راحت منظور خودم رو بشناسم. یکی از دلایل این که الان شما اگر توی لس آنجلس باشین که خودتون بهتر میدونین، حتی لازم نیست خیلی انگلیسی بلد باشین، مغازه ایرانی، سلمونی ایرانی، کار دیلر ایرانی. ولی اون موقعی من رفته بودم توی آیوا مدرسه، شاید 6 نفر دیگه بودن که ما مثلا هر 5-6 ماه هم دیگه رو یه دفعه میدیدیم. خیلی زود مجبور شدم خودم رو ادپت کنم و به زندگی آمریکایی. فیروز پس از اتمام تحصیلاتش به مدت 3 سال به ایران برگشت، ایرانی که آبستن تغییراتی بازگشت ناپذیر بود. سالهای بازگشت نادری مصادف شد با روزهای پرتب و تاب انقلاب. این موج خروشان سرنوشت کاری اون که به عنوان مدیر فنی با یکی از پروژه‌های سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران همکاری می‌کرد رو به مانند هزاران ایرانی دیگر برای همیشه تغییر داد. انقلاب شد، خب رؤسای من 2-3 ردیف بالای همه رفتن از ایران. بعد یک آقایی بود به اسم آقای قطب‌زاده که همراه و همرکاب آقای خمینی بود، باهاش اومده بود ایران. این شد مسئول رادیو تلویزیون ایران. مدتی گذشت، شاید مثلا 2 ماهی گذشت بعد از انقلاب، بالاخره رسیدن به این پروژه و گفتن کی بیاد، و گفتن کسی دیگه نمونده، ایشون فقط مدیر فنی این پروژه بود. گفت خب اونو بگین بیاد. من رفتم دفترش، شروع کردم، گفت که درباره پروژه بگی. شروع کردم صحبت کردن که این پروژه کار فنیش چی هست، چجوری کاربرد داره، چه کار میکنه. یه 20 دقیقه صحبت کردم، اینم پیپ میکشید و هیچ سوالی نمیکرد از من. گفتم بهتر مکس کنم ببینم اصلا میفهمه من دارم چی میگم یا نه. گفتم که خب تا اینجا سوالی دارین شما؟ برگشت گفت که بله. خب چقدر دزدیدین؟ من جا خوردم، اصلا مداشم بحث فنی میکردیم. بعد فهمید که من معذرت میخوام آقای دکتر، منظورم این است که چقدر دزدیدن. گفتم شما برین بپرسین، شما سر کار هستید اینا. ولی اومدم بیرون گفتم که اینجا دیگه جای ما نیست و خیلی از استادای دانشگاه غیره اون موقع از ایران اومدن بیرون سال 79. منم پس 3 ماه یا 4 ماه بعد از انقلاب از ایران اومدم بیرون، که دیگه بعد اومدم و یه ماه بعدش هم توی نسا شروع کردم به کار کردم. فیروز ایران رو ترک کرد به اینکه بدونه نه تنها کمی بعد صادق قطب‌زاده اعدام خواهد شد، که دیگه هیچگاه وطنش رو تا به امروز نخواهد دید. بلافاصله پس از مهاجرت، فیروز به ناسا، آمریکایی ترین کمپانی آمریکا، پیوست. نام ناسا دهه ها بود که فراتر از نامی کمپانی و به یک مفهوم بزرگ مبدل شده بود، نامی که همواره عمیق ترین روحیات آمریکا برای الهام بخشی دیگران رو به نمایش میگذاشت و برای فیروز نادری این شروع یک سفر طولانی بود. خیلی سریع شما شغلتون رو توی ناسا گرفتین، به عنوان یک مهندس شروع به کار کردین و همونطور که همه میدونن خیلی به مراتب با سرعت خیلی بالایی شما پیشرفت کردین. چه ویژگی شما داشتین به عنوان یک مدیر که این پروژه ها پیشرفت کردن؟ شما توی یه بخشی توی یه مؤسسه کار میکنین و بعد از یه مدتی فرض کنین که اون بخش هم خیلی خوب میدونین و خب 10 تا بخش دیگه هم وجود داره. اگر که میخواین همین جوری برین بالا، باید معلومات خودتون درباره اون بخش‌های دیگه هم یاد بگیرید. من خیلی زود یاد گرفتم که هر 5 سال یه بار رشتم رو عوض کنم، از یه بخش بندازم توی بخش دیگه، که خب مشکل بود. برای که اون بخش که می‌رفتم خیلی کمتر از بقیه می‌دونستم و مجبور می‌شدم خیلی زود یاد بگیرم. ولی کردم این کارا. اتفاقا من یاد گرفتن رو دوست دارم. و خب موقعیت بعدی که پیش میمد میدن که خب من اینو بلدم، اینم بلدم، اینم بلدم، خب شانس من برای چیز زیاد میشد. و مدیریتم توی به غیر از قسمت معلوماتیش یه مقدار رفتار شما با مردمه، که تیم رو چجوری
استخدام میکنین، کیا رو میارین تو، باشون چجوری رفتار میکنین، باشون چجوری حرف میزنین. بلکه به غیر از من که مدیر پروژه بودم، خب توی جی پی ال 20 تا مدیر پروژه دیگه بودن که اونا هم میخواستن همین بهترین افراد ببرن و همیشه جنگ توی یک مؤسسه ای برای بهترین افراد. یعنی باید یه کار میکردی که اونا بخوان بیان برای تو کار کنن. و حالا خوششانسی من این بود که میتونستم جلب بکنم بهترین ها رو تو جی پی ها. اینا هم که میان هر کدومشون خودشون یه نخبه هستن، بنابراین بلافاصله جنگ بین ایگوها شروع میشه، بین این افرادی که همه خودشون توی رشته خودشون قولی هستن. و بعد چجوری بتونی با اینا کار بکنی که به جایی که اینا با هم دیگه دعوا بکنن سر شخصیت و کی رئیسه و کی بهترینه، با هم همکاری بکنن. این تیم ساختن یکی از چیزهای خیلی بزرگ مال موفقیت پروژه ها هست که خوشبختانه ما اینو خوب انجام دادیم و تیمایی که من میگرفتم شاید بهترین بودن. In 2000, when NASA had suffered two consecutive failures of its Mars exploration program, they tapped this man, one of our own. پروژه اکتشاف مریخ در سال 2000 به فیروز نادری سپرده شد. پروژه‌ای پرهزینه و سرتاسر ریسک که شکست‌های پی در پی ناسا بار قبول مسئولیتش رو سنگین‌تر می‌کرد. ناسا مشکلات زیادی داشت برای پروژه مریخ و می‌خواستم بدونم بعد از تمام این شکست‌هایی که این پروژه خورد، شما رو به عنوان مدیر این پروژه انتخاب کردن، شما رمز موفقیتتون تو این کار چی بود؟ ما یه مقدار اون نظمی که توی کار به این پیشیدگی لازم هست اینا رو یادمون رفته بود یا خیلی خوب بایشون توجه نمی کردیم. اولین کار این بود که برگردیم به سر کارهایی که اصولی باید انجام بشه و بعدم یک مقدار همون تیم رو ساختن و تیم رو ریکروت کردن و کارهای ما یه مقدارش مال توی سایکولوژیکال هست، یه مقدارش توی کارهای تکنیکال هست. این دوتا باید به همدیگه جوین بکنن و هر دوتاش هم مهمه. آدم های خیلی خوب تکنیکال که شما دارین میارین میتونه خیلی راحت به خاطر اینکه سوسیالوجی اون تیم درست نیست به هم بخوره. بنابراین به عنوان یک مدیر خوب شما باید هم باید مواظب باشین که کارهای اصولی تکنیکال روی اساسی که قبلا نتیجه داده پیش بره و در ضمن اون همبستگی تیم هم ایجاد بکنید. در ژانویه 2004 پس از 3 سال کار فرساینده و آزمایش‌های طولانی، نادری و تیمش آماده ی ارسال 2 سفینه به سطح مریخ شدند. مأموریتی که چشم سرتاسر خبرگزاری‌های جهان رو به خود دوخته بود. شما چه حسی داشتین وقتی برای اولین بار این سفینه صحیح و سالم روی مریخ نشست؟ آره، خب اون شب بلکه مدت‌ها بود تا که توی سطح مریخ نسان نشسته بود، توجه تمام مطبوعات روی ما بود و اون موقعی که ما میشینیم میدونیم که به خاطر فاصله‌ای که مریخ با زمین داره تقریبا 10 دقیقه طول میکشه تا جواب بیاد. اون 10 دقیقه به خصوص که ما میدونستیم حالا خوب یا بد این نشسته، حالا یا خورد شده یا سافت نشسته، ولی نمیدونیم ما جواب چی بوده. اون 10 دقیقه خیلی مشکل بود. بالاخره جواب اومد که یه سیگنال رسید که آره ما راحت نشستیم. اون اتاق اصلا منفجر شد.
همه ماها که اصلاً این احساساتمون برای 3-4 سال گذاشته بودیم توی یک جعبه، درش هم بسته بودیم، نمیتونستیم بهش فکر بکنیم. اون موقع مثل که این در جعبه رو باز کردن و همه اینا یه دفعه زد بیرون. و من یادم میاد که من خودم شروع کردم گریه کردن، که معمولا هم میدونی که مردای ایرانی دوست ندارن این ضعف رو نشون بدن. متاسفانه از من یه 2-3 تا ویدیو هست توی اینترنت که مثلا موضوعهای مختلفی من زدم زیر گریه. آمریکا به شما بسیار کمک کرده. حس شما به این کشور چیه؟ ماها که به خودمون میگیم ایرانی آمریکایی، شاید یه حسی داریم که نه آمریکایی‌ها درست میدونن یعنی چه و نه ایرانی‌هایی که اینو تجربه نکردن. به خاطری که واقعاً احساس بدهکاری می‌کنین به دو کشور و به دو تا کالچر. بعضی از دوستان هستن میگن که آقا دکتر تو برای کشور خودت چه کار کردی؟ چرا اونجا داری کار میکنی؟ حقیقتش اینه که من 2 تا کشور دارم. من 70% عمرم رو اینجا زندگی کردم و بدهکار میدونم خودم رو به این کشور. و همونطور که توی ایران به دنیا آمدم و به خاطر اون نهال اولیه که توی ایران بوده، اون درختی که جوونه زده، خودم رو بدهکار به ایران میدونم. اینه که برای خیلی مشکله که موقع میگن کشور دتا میگه خب من 2 کشوری هستم، فکر میکنن یه نوع داری یا به این خیانت میکنی یا با اون خیانت میکنی. و خیلی دلم میخواست که میتونستم الانم ایران برم، حالا به خصوص که بعد از که بازنشسته شدم بیشتر ایران برم و برگردم و با اونها یک کارهای الان اونجا در اون کشور بکنم. من خیلی الان ایرانو میس میکنم. گرچه سالها نبرد با اسرار ناشناخته کائنات میتونه جهانبینی و ذهنیت هر کسی رو تغییر بده، اما راه فراری از بیقراری های دل تنگ یک مهاجر نیست. برای چه المان خاصی از ایران، برای چه حس و برای چه چیز خاصی ایران دلتون تنگ شده؟ دلم میخواد اون خاطرهایی که از ایران دارم، جایی که بودن، برم ببینم. حالا احتمالاً عوض شدن. خونه‌ای که من توش به دنیا آمدم یا بزرگ شدم توی شیراز، مدرسه‌ای که تو تهران رفتم، ما از دیوارش می‌رفتیم بیرون بریم تیم فوتبال ببینیم. یکی دیگه باور نمی‌کنه، چیزای خیلی شاید پیش پا افتاده. دلم می‌خواد برم نونوایی نون سنگک بخرم. دلم می‌خواد توی خیابون پهلوی، حالا نمیدونم که اسمش عوض شده، حتما یه چیز دیگه هست، این فال گردو یا گوجه سبز که چیز میکنی، یا ایران باشم برای عید نوروز و برای جشن برای 13 بدر. یا دلم میخواست که الان میتونستم با جوانایی که 17 سالشون 18 سالشون یا داره دانشگاه هستن برم بشینم صحبت بکنم از اینکه هر کاری بخواین میشه کرد، یعنی که ناامید نشن. میدونم که وضع یه مقدار مشکله، یه مقدارم نه زیاد مشکله، ولی دست نکشین از آرزوهاتون، به حقیقت خواهند پیوست. ممنون از این دقیقه‌های صمیمانه و بسیار صادقانه. خیلی ممنون مکس، خوشحال شدم که این صحبت رو باید داشتم. به عنوان امریکایی از اینجا خداحافظی میکنم، به عنوان یه ایرانی با شما رو ماش بکنم. به عنوان شما.